به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاق فروشان، بی پدر و مادران، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بیریشان، سرداران سپاه، کوسه، رهبر، اکبر، همه اینا یک صفت مشترک دارن، همشون دزدند. برای دزدی اومدن، اسلام و الله و اینا کشک توش، فقط اومدن بدزدند. اگر کسی نمیبینه خودش رو به کوری زده. اگر کسی نمیبینه که اینها دارن میدزدند، چشماشو بسته میگه من کورم، من نمیفهمم، من لغت بعدشو نمیگم، چون جز دزدی عملی انجام نمیشه در ایران. مال مردم رو میدزدند، یک مقداری برای خودشون میدزدند، یه مقداری توی حسابای آمریکا و انگلیس و کشورهای غربی میذارن، یه مقدارش هم میدن شاخ افریقا که حالا صداش در میاد همین روزا، حماس، اون یارو مردی که مفخوره که تو سوریه نشسته همه عمرش داره مفخوری میکنه، اسماعیل هانیه است، نمیدونم یه زهرماریه، خالد مشعل اومده تهران میگه 50 میلیون دلار دیگه به هم بدین، باج میگیره فعلا از اینا. تنها کسیه که سوار آخونداز هین میکنه، اگه نمیگم شلوغ نکنن شماها دیگه هیچی نیستین. اون یکیه که تو لبنان شلوغ میکنه، فعلا یه مدتی سرصداش نیست، یا آخونده پفیوز دیگه. دزدی، 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 اما اسمشو میذارن دزدی اسلامی. برای اینکه این دزدی اسلامی ادامه پیدا کنه، باید پایه‌های اسلام نو محمدی رو قرص نگه دارند. وقتی پایه‌های اسلام ناب محمدی قرص نگه داشته میشه، به نام نامی اسلام ناب محمدی اینا آدم میکشن، دزدی میکنن، تجاوز میکنن، قاچاق میفروشن، همش اسلامی میشه. برید 1400 سال بخونید پس از 1400 سال شفا، ببینید در عرض این 1400 ساله همش دزدی اسلامی بوده، همش غارت اسلامی بوده. برید کتاب ملاحظاتی در تاریخ ایران علی میرفطرس بخونید، ببینید این دزدی و غارت اسلامی از کجا شروع شده. دو قرن سکوت زرین کوب رو بخونید، ببینید دزدی اسلامی از کجا شروع شده. برید ابن خلدون رو بخونید، ببینید دزدی حضرت از کجا شروع شده. البته اون اسمش دزدی نیست، اون غزوه است، غزوه. کاروان زنی رو میگن غزوه و رسم بوده در عربستان، کار خلافی نبوده. فقط تنها ایرادی که به حضرت گرفتن، گفتن چرا در ماه حرام این کار کردی، که الله فوری یه دونه نامه فرست، آیه فرستاد، گفتش که در ماه حلال بهتره. الله مترصد بود بشینی این کارا رو بکنه. با اون الله دزدی میکنن، با الله زیرزمینی که اسمش امام زمونه، اون الله 7 طبقه آسمونه، این الله 7 طبقه زمینه. سهم امام میگیرن، میگه هر چی در میاری سهم اون یاری که زیرزمینه بده من. خب
اگه یه مش دوز با هم دیگه معامله کردن، یارو میگه من دوزی میکنم برم سهم امامو بدم به آخوند دوز که من دوز دو تبرئه کنه که من بعد برم توی بهشت دوزدا. خیلی کسام هستن حالوان میرن پولاشونو میدن کاغذ میخرن میندازن توی چاه که کاراشون درست بشه. آخوند این چاه رو نگه میداره، هر جا چاه پیدا کنه میپره توش صابونه میخوره، میاد بیرون میگه امام زمان اونجا بود، من این کاغذ رو ازش گرفتم. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش بجز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. شما دوستان محبت میکنید، به من تلفن میکنید، راهنمایی میکنید، من از این ور میخواین ببرید، از اون ور میخواین ببرید، پیشنهاد میکنید، ایمیل میفرستید که اون کاری که شما میخواید من بکنم. از همتون سپاسگزارم، ولی من کاری نمیخوام بکنم. من باب مثال بانوی برای من نوشتن که من بانوی 60 ساله هستم، تحصیل کرده هستم، تحصیلات عالی دارم، با حرفای شما کاملا موافقم، ولی خدا رو قبول دارم. من تا اونجا که یادم میاد، شاید من نمیتونم حرفامو درست بزنم، من هیچ وقت به شما نگفتم شما خدا رو قبول داشته باش یا قبول نداشته باش. هیچ وقت. چون اگر بگم منم آخوندم. محمد در مکه میگفتش که این 360 بتو بریزین دور، اینا قابل پرستش نیستن. گفتن خب جاش چیکار کنیم؟ گفت یه کسی اون بالا رو ابرا نشسته اسمش اللهه. بهش خندیدن. یه خودی هم که زیادی حرف زد رفتن بکشنش، فرار کرد رفت مدینه. دو سال هم تو مدینه گرسنگی خورد. در راهزنی نخله موفق شد، پول دستش اومد. آیه نازل شد که هر کسی راهزنی بکنه الله دوستش داره. آخوند به شما میگه محمد از خودش دفاع کرد؟ نه، محمد حمله میکرد. در این 68 غزوه یه دونش دفاع بود که اون جنگ خندق معروفه، بقیهش محمد بود که باعث جنگ میشد. مال مردمو میگرفت. الانم یه سایتی هست اومده فتوا میده، میگه وقتی که در جنگ هرچی به دست شما اومد غنیمت حلاله. اینکه در سوره انفال گفته، سوره هشتم این قرآن گفته که برید و قسمت کنین سهم الله رم بدین، در جنگ اینها به دست اومده. منتها این نگفته که این جنگ حمله بوده یا دفاع بوده. مردم هم کاری به این کارا ندارن، وبعیان میگن درست میگه حضرت، هر کاری کرده درست بوده، ما هم حرفی نداریم. این بانوی گرامی شاید متوجه شدم. ببینید، من یه شخصیم آزاد، عقیده خودم رو دارم. خیلی آدم ها هستند عقیده من رو دارن، از خودشون بپرسید جرأت ابرازش رو ندارند.
نه در زمان گذشته، نه در حال، که دیگه اصلا الان اعدام باید گردد. اما همین توی امریکا هم ندارند، توی اروپا هم ندارند. خیلی نادر هستن آدم هایی که راحت الان میشینن حرف میزنن. از تعداد انگشتان دست بیشتر نیستن، کمترن. اینا هم همه دیدن که ای بابا، این بابا داره میگه و سنگ نشده، خب ما میگیم. قانون اسلام هم اینه که هر کسی اومد سوال کرد گردنشو بزنید. یه دفعه در ایران میخواستن گردنم بزنن، در رفتم. یه دفعه در لندن میخواستن منفجرم کنن، فرار کردم. هنوزم که هنوزه منتظرم که امروز و فردا یه اتفاق بیفته. منتها برام مهم نیست. من همیشه آرزو داشتم موقعی که راه میرم و میدوام کشته بشم، بمیرم، بیفتم زمین. توی رخت خواب مردن کار خوبی نیست. کلام من، حرف من با شما فقط اینی که خدا رو میخوای بشناسی، برو بشناس. میخوای نشناخته با توهم قبولش کنی، بکن. میخوای ایمان بیاری به یه چیزی که نمیدونی چیه، بکن. اصلا به من مربوط نیست. بانوی گرامی، من به کسی نمیگم دین داشته باش یا نداشته باش. اگر بگم منم آخوندم، منم پیغمبرم، چون پیغمبر میگه اینی که من آوردم همش بهتره، مال منو باید میگرداری. یه بچه ای از ایرون برای من یه ایمیل فرستاده، بهترین دینا دین اسلامه، بهترین مذهبای اسلام مذهب شیعه است، و تو هرچی میگی مزخرفه، اصلا دین تو چیه؟ این تقصیری نداره، این همین یاد گرفته. از بچگی جز این چیزی یادش ندادند. حالا اگه به این بچه بگی که دین یعنی چی، نمیدونه. میگه دین یعنی امام حسین. نمیدونه چیز دیگه، نمیدونه. ما ایرانی ها یه جور مسلمونی عجیب و غریب برامون اومد زمان پهلوی ها. یه مسلمونی شیکی بود. عرقمونو میخوردیم، خانم بازیمونو میکردیم، سر مردم کلا میذاشتیم، تاجر اگه بودیم تو کارمون نامردی میکردیم، نمازمونم میخوندیم. اونا رو میفهمیدیم چرا میکنیم، نماز نمیفهمیدیم چرا میخونیم. همینجوری که از اون دوران خیلی بازمانده ها مونده، در دوران ما فیلم های فارسی رو میدونید، فیلم های فارسی یه جوری بود که راجع به هر سنفی فیلم میساختی توقیف میشد فیلمت. کاراکترهای فیلم تو باید آدم های بیکاره بودن. تو فیلم آقای حالو که مهرجویی ساخت، نصیریان میره توی مسافرخونه‌ای به نام مسافرخونه فردوسی. شب خواب میبینه که تو اتاق بغلی عشقبازی دارن میکنن و چون همش اومده بود تهران زن بگیره، این فردوسی هم التماس کرده بود که آره این تابلو رو هم حتما بگیری. بعد رفت شکایت کرد، گفت این نشون میده که چیز من، مسافرخونه من فاحشه‌خانه است. جلوی فیلم حالو رو گرفتند، تابلو رو در آورد، ولی مگه رضایت میدادند؟
یه فیلمی من ساختم به اسم مصطفی لوره. مصطفی لوره یه چاقوکشی بود که اعدامش کردن. خواهر ایشون سردسته بود در ناحیه ده. این داستان مصطفی لوره هیچ ربطی به اون مصطفی لوره نداشت. مصطفی بود که از منطقه لرستان می اومد. اومد رفت شکایت کرد که این آبروی پسر برادر منو برده. حالا برادرش چاقوکش بود، خودش هم سردسته شهر نو بود. وزارت فرهنگ و هنر جلوی فیلم منو گرفت. همه چیزامون اینجوری بود. چون رفتم راجع به فیلم فارسی صحبت بکنم، اینی که راجع به هیچ کسی شما نمیتونستی فیلم بسازی. باید هنفش اولت بیکاره بود، پاسبان اگر توی چیز میومد مثلا تعقیب میکردی یه دزدو، اگه کلاه از سرش میافتاد باید اونجا فیلمو قطع میکردی، دوباره از نو میگرفتی، کلاه پاسبان نمیافته. یک مقررات عجیب و غریب ما داشتیم. نتیجتاً قهرمانای داستانهای فیلمای ما آدمای بیکاره بودن. عرقشونو میخوردن، کافشونو میرفتن، پیش امام غریبم میرفتن یا ابوالفضلم میگفتن. یک نمیدید، من دارم فیلمای فارسی رو دارم براتون میذارم، بی فکر نیستم راجع به این چیزا. همه رو وقتی براتون یارو مثلا وقتی میره دم سقا خونه شمع روشن میکنه، قهرمان اول داستان، این معنی میده که بچه ها رو چجوری گمراه کنی. ولی نه اون قهرمان داستان میفهمیدین و نه کارگردانی که کارگردانی میکرد. مثل تلویزیون هایی که الان برای پول در آوردنه، اون فیلم هم برای پول در آوردن بود. هر کاری از هر جای شروع بشه تا جا بیفته تا بفهمن، این خیلی زمان میبره. الان یه مقداری از این فیلم ها که من روزای جمعه معرفی میکنم بهتون به دست من رسیده و من معرفی کردم، میبینم چقدر مردم دارن استقبال میکنن. فیلم های فردین و ناصر و وحدت و صمد و نمیدونم همه گوگوش و همه اینا رو راحت دارن میخرن. از کتاب بهتر میخرن. دیگه اونو نمیدونم. به هر تقدیر ما وارث اسلام شاهنشاهی هستیم. چرا؟ خود شاه هم مسلمون بود. هر وقت میخواست بره مسافرت، امام جمعه باید روزه میخوند. روز عاشورا حتما پای یه دونه منبر باید میرفت. حالا من کاری ندارم، تظاهر بود، باور بود، اصلا وارد اون معقولات نمیشم. من دارم تاریخ رو براتون میگم. یک مرتبه ظرف یک هفته ایران ریشو شد. نمیدونست چرا کراوات میزنه، نمیدونست چرا ریشو شده. یکی از قشنگترین جوک های بعد از شورش 57 این بود که با آقای خانومی مصاحبه کردن که چه تفاوتی شده بین این زمانی که طاغوت رفته و یاغوت اومده. خانم گفته بود زیاد من تفاوتی نمیبینم. شوهر من اون وقتا عرقشو بیرون میخورد، نمازشو تو خونه میخوند. حالا عرقشو تو خونه میخوره، نمازشو بیرون میخونه. بیاید یه مقداری خودمونو بذاریم جلوی آینه، تو آینه خودمونو خوب ببینیم. بانوی گرامی، من حق ندارم به کسی بگم خدا رو قبول داشته باش،
حق ندارم به کسی بگم خدا رو قبول نداشته باش. همه ی حرف من اینه. مذهب، دین، باور یه مسئله شخصیه. محمد میگفت هر کسی حرف من قبول نداره میکشمش. این تفاوت من و اونه. آخوند میگه من نماینده خدام، خدا گفته تو موتو باید بذاری زیر. زنای محمد سرسینه شونو مینداختن بیرون، مردم هم میمدن و میرفتن، عربا این حرفا رو نداشتن. آیه از پیش الله نازل شد یا محمد به زنات بگو خودشونو بپوشونن، شد حجاب اسلامی. ولی این خبرها نبود. کسانی که روسپیگری میکردن اینها پرچم میزدن بالای خونشون. آدم منفور نبودن. امروز اگه کسی بگه من روسپی هستم، فاحشه هستم، منفوره. ولی اون وقت اینو میزدن و حامله میشدن و بچه ها رو نگه میداشتند، قرارداد میبستن با مردی که باهاشون همخوابگی میکرد. یارو مرده ممکن بود بگه بچه اگه من بچه دار شدم من میخوام اینقدر زیادتر میدم. منتها ما نمیدونیم چیزی و روی ندونستن از هر ایرونی بپرسی دین یعنی چی نمیدونه. بگی غیر از اسلام چه دینی رو میشناسی؟ میگه مثلا یهودی و مسیحی. دیگه کسی دیگر باهایی رو ممکنه بگه، حتی زرتشتی رو نمیتونه بگه. بعد این ادعا داره که این بهترین دین دنیاست. اینه به بچهش یاد میده، بچهش هم برای من ایمیل میزنه. اون بچه هم تقصیری نداره. ولی اگه از اون بچه بپرسی دین یعنی چی نمیدونه. همه یه حرف من، همه یه سفارش من، همه یه این که میام گلومو پاره میکنم یه حرفا رو به شما میزنم اینه که هر چیزی رو میخواید قبول کنید یا قبول نکنید، سرسری این کار رو نکنید، راجع بهش مطالعه بکنید. یا آقای نوشته شخصی 1400 سال پیش اومده خواسته مردم رو نجات بده، چون اون کارهایی که اون مردم میکردن بد بوده. ممکنه حرف درستی باشه. مطابق چیزایی که من توی این کتاب شرح حال و زندگانی محمد خوندم، آدمهایی که توی عربستان بودن تنها کار بدشون این بود که به همدیگه حمله میکردن، زن بچه همدیگه رو به غنیمت میگرفتن، به بردگی میگرفتن. اگر کسی تو بیابون دستگیر میشد متعلق به قبیله‌ای نبود، این برده بود. سلمان فارسی یه دونه از این برده ها بود. اینو میبردن میفروختن. وقتی هم که محمد اومد هیچ اتفاقی نیفتاد، همین کار میکردن. قبل از اینکه محمد راجع به اسلام حرف بزنه، مردم در سال یه روز میمدن توی مکه، یعنی یه مدتی میمدن، یه فستیوالی بود در مکه، دور هم جمع میشدن، یه روزم قربانی میکردن و دور این سنگ سیاه میگشتن و میرفتن سعی بین صفا و مروه میکردن و درست همین کارا اومد تو اسلام. اون وقت که میکردن کار بدی بود، وقتی الله گفت کار خوبیه کار خوبی شد. آزادی زنها در قبل از اسلام بیشتر بود. به محضی که خدیجه از دنیا رفت، آزادی زنها از بین رفت.
اینم باز مطابق نص تاریخه. یک اتفاق افتاد، 360 بت ساختگی که توی همین خانه کعبه که تو میری دورش میگردی حاجی میشی، 360 بت این تو بود. محمد از مدینه رو به این بتان نماز میخوند، اولش رو به اورشلیم نماز میخوند، بعد با جودا معاملش نشد، رو به این نماز میخوند، توشم بت بود. اون سفری هم که اومد که قرارداد حدیبیه رو بست و رفت، اومده بود طواف کعبه بکنه، یعنی طواف همین بتا مطابق رسم عرب. سنگ برای اعراب حجاز یه چیز مقدسی بود، برای سنگ اگر یه رنگ سفید بود یا سیاه بود یا یه چیز غیر عادی بود، براش میگفتن یه بتیست که یه جای دیگه اومده، چون اونجا همش رمل بود، همش کبیر بود. عرب وقتی مسافرت میکرد، وقتی وای میساد یه جا امشب و اتراق کنه، 4 سنگ پیدا میکرد، 3 میذاشت زیر دیگش، 1 میذاشت برای تقدس و برای نیایش کردن. اینی که یه سنگی پیدا کردن که رنگ سنگای دیگه نبود، این براشون شد بت. اون وقت بت بود، بعد از اسلام این بت سر جاش موند، گفتن از بهشت اومده، گفتن تیر شهاب بوده، دیگه واسش قصه درست کردن. یکی گفت آدم اینو از بهشت آورده گذاشته اینجا، دروغ استخون نداره، چون کسی فکر نمی کرد، کسی اگه فکر می کرد گردنشو می زدن. باز دوستان، باز من تکرار میکنم، من نه شمشیر دارم نه ادعا دارم، نمیخوام چیزی رو توی مغز شما بکنم، برای اینکه اگر من چیزی رو توی مغز شما بکنم، روزی که به خودآگاهی برسی، روزی که به دانش برسی، میفهمی حرف من بی خود بوده. اما اگر خودت بری چیزی رو پیدا کنی، اون وقت من میدونی دارم چی کار میکنم، من دارم سعی میکنم آدمهایی مثل خودم درست کنم تو این کشور که اونها این راه رو ادامه بدن، برند به همین راه، چون چند نسل طول میکشه تا این خرد بتونه پخش بشه. رسول خدا موقعی که زور دستش اومد، موقعی که لشکر داشت، موقعی که شمشیر داشت، اولش میگفت قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بگو خدایی نیست به جز الله تا رستگار بشی. وقتی که شمشیر دستش بود گفت بگو اشهد ان لا اله الا الله، من شهادت میدم که خدایی نیست به جز الله، من الله ندیدم، چجوری شهادت بدم؟ بزن این گردنشو. و اشهد ان محمدن رسول الله، و شهادت میدم که این محمد فرستاده اون اللهیست که خود این داره میگه. راه مسلمون شدن این بود. ببینید فرق دعوت مکه و دعوت مدینه چیه. در مکه قولوا لا اله الا الله تفلحوا، اشهدان لا اله الا الله، اشهدان محمدن رسول الله، باید شهادت بدی. شهادت آدم چیزی رو که ندیده چجوری شهادت بده؟ پس تو مسلمون نیستی، تو مشرکی.
مشرک رو باید چیکار کرد؟ باید گردن زد. این الله رو میپرسیدن از محمد کجاست، میگفت رو ابرا نشسته. اینا رو همه رو گفتم براتون. بعد یه مسئله عبدالمطلب جزوه، باز اینی که دارم میگم به استناد این کتاب، من اونجا نبودم. جزوه کسانی است که وقتی هاشم رفت به مدینه و یه مدتی که اونجا بود با یه زنی زندگی میکرد و اون زن بچه دار شده بود و وقتی هاشم از دنیا رفت پسرش بلند شد رفت، گفت من باید برم برادرم رو گیر بیارم. رفت اونجا بحث زیادی شد، گفتن از پسر بپرسیم، پسر گفت من میخوام پیش مادرم بمونم. این که چیز بود، خیلی مسئله عادی بود. زیاد پسر ابو سفیان رفت به معاویه گفت پدر تو با مادر من که روسپی بوده هماغوشی کرده و من برادر تو هم. ادعای ارث کرد. بین عربا خیلی راحت بودیم. مادر من مادر کرویایی بوده، پدر تو حالا مادر من خوابیده و من نتیجه اون شبم. دی ان ای هم که نبود اون وقتا. چند تا شاهد آورد و اینو ثابت کرد و شد برادر معاویه. پسر این همون ابن زیادی است که برای یزید کار میکرد و جلوی حسین وایساد، حسین ابن علی. عبدالمطلب یک همچی فرزندی بود و علت این که بهش میگن عبدالمطلب، اسم برادرش پسر هاشم که رفت اینو آورد با خودش، برادر هاشم ببخشید، اسمش مطلب بود. و وقتی این آورد اعراب فکر کردن رفته بنده خریده و اسم این بچه رو عبدال یعنی برده مطلب صدا کردند. مطلب اسم بوتی نبود، چون اونا عبدالشمس داشتن، عبدالله داشتن، عبدالعزا داشتن. تمام بوتاق بنده داشت ولی بوتی به نام مطلب وجود نداشت که عبدالمطلب یعنی بنده اون بوت به وجود بیاد. و عبدالمطلب چون اینجوری خودش بزرگ شده بود و زحمت کشیده بود و به جایی رسیده بود، آدم خیلی باهوشی بود، 10 پسر داشت. از هر مسلمونی بپرسی اگه خیلی دانش داشته باشه راجع به اسلام اسم 3 پسرای عبدالمطلب رو میدونه به اضافه عبدالله. عبدالله پدر محمد بود و هیچ وقت نمیدونست که زنش حامل شده، چون زن عبدالله هم در مکه زندگی نمی کرد، توی یک قبیلهی در یک راهی یه جایی بود. حالا اینا رو اگه برین تحقیق بکنید و پیدا بکنید به یه جاهای دیگه می رسید که اونا گفتنش جاش روی ار نیست. سعدی یه شعر قشنگی داره، میگه مرا باشد از درد طفلان خبر که در خردی از سر برفتم پدر. ما بچه های عبدالمطلب و از این 10 تا ابو جهل رو میشناسیم که دشمن محمد بود، عباس رو میشناسیم که مسلمون شد،
ابی طالب و میشناسیم پدر علی که هیچ وقت تا آخر عمرش مسلمون نشد و بزرگ خاندان بنی هاشم بود. این سه تا به اضافه عبدالله، اون شش تا دیگر رو ما چیزی راجبش نمیدونیم، چون کاری راجب اسلام نداشتن و نکردن. ابو جهل زدیت کرده، این دوتا ابی طالب هیچ وقت اصلا به برادرزادش میگفت برو کارتو بکن، کاری به کار من نداشته باش. و تا وقتی زنده بود پشتیبان محمد بود، در حالی که خودش اسلام رو قبول نداشت. ولی عباس بعد به مدینه اومد که این عباسیان از نژاد همون عباس عموی محمد هستند. شما هیچ وقت اسم مادر علی رو نشنیدی، اسم مادر محمد رو شنیدی، حتی اسم دایش رو شنیدی. اینا همه حساب و کتاب داره. این اسما رو چرا زنده نگر می‌دارن با اون اسما کاری ندارن؟ برگردیم به فردوسی که گفت چنین نامداران و گردن کشان که دادم یکا یک از ایشان نشان، همه مرده از روزگار دراز، شد از گفت من نامشان زنده باز. آخوندها به این مسئله توجه دارن که هرچی رو بگن زنده نگهش میدارن. روایتیست که شب عاشورا 3000 نفر همراه حسین ابن علی بودن. روایتیست که حسین ابن علی قبل از اون شب نوره کشیده. نوره فارسیش که واجبی. و میدونید چقدر آب مصرف میکنه این کار. ولی خب از اونورم میگن از بیابی اونجوری. میدونید حرفای ضد نقیض زیاده. روایت هست که بعد از حسین ابن علی کسانی که اونجا بودن همین کار رو کردند. دو تا از برادران حسین، برادرانی که از مادر سبا بودن به حسین، حضرت عباس هم از مادر سبا بود ولی اسمش هست، اما اون دوتای دیگه چون اسم یکیشون عثمان بود و اسم یکیشون ابو بکر بود اسمی ازشون نیست. جزو شهدای کربلا هستند ولی اسمشونو آخوند شیعه نمیاره، چون اگه اسمشونو بیاره زنده میشه. بعد سوال پیش میاد، ای علی اسم بچه هاشو عمر و عثمان و ابوبکر گذاشته، مگه علی با اینا دشمن نبوده؟ ما میگیم دشمن بوده، خودش میگه نبوده، بی خود میگه. من فقط حرفم اینه برو بخون، برو پیدا کن. جوان، نوجوانی که از نوع استدلالت معلوم بود نوجوانی، به دین من چی کار داری؟ تو خودت میگی بهترین دینها دین اسلامه، بهترین مذهب اسلام مذهب شیعه است. من با تو گرفتاری ندارم، ولی آیا تو تحقیق کردی نمیگی یا هرچی آخونده گفته ببعیوار داری تکرار میکنی؟ حرفم فقط همینه. با تو گرفتاری ندارم من. من نمیگم اگر مثل من فکر نکنی گردنتو میزنم. من نمیگم الله گفته بود، همون هرچی من میگم همونو تو باید بگی. من میگم خودت برو فکر کن، پیدا کن. از نظر تو بهترین دین دنیا اسلامه. تو چند تا دین میتونی اسم ببری؟ چقدر با اون دین ها آشنا هستی؟ بهترین مذاهب اسلام شیعه است؟ باش، تو چند تا مذهب از اسلام برآمده میشناسی؟ ممکنه انقدر ایمانت قوی باشی که بگی اصلا نمیخوام این حرفا رو گوش بدم.
جنگی با هم نداریم. من نیومدم به شما بگم چه جور فکر کنید، من اومدم بگم اگر دلتون میخواد با چشم و گوشتون قضاوت نکنید. تو فکر میکنی حتما آدم باید دین داشته باشه؟ بسیار عالی. من فکر نمی کنم که حتما آدم باید دین داشته باشه. اگر من اینو به تو بگم، تو باید گردن منو بزنی مطابق اعتقادات دینت. ولی مطابق اعتقادات من، وقتی تو میگی که آدم حتما باید دین داشته باشه، میگم بسیار عالی، چون حرفی استادی میزنی، عقیدت نیستا، تو دیوار اینو تکرار میکنی. اگر عقیدت این بود، یا همین الانم هم که تو دیوار تکرار میکنی، تو به من کاری نمیکنی، به خودت داری ظلم میکنی. من حقی ندارم به تو بگم که به خودت ظلم بکن یا نکن. این ماجرای حضانت عبدالمطلب از محمد، چون میدونید وقتی که در سنین خیلی پایین بود محمد، مادرش از دنیا رفت و جدش اومد عبدالمطلب، اون شعری که راجع به سعدی خوندم که مرا باشد از درد طفلان خبر، که در خردی از سر برفتم پدر، مربوط به اینی که عبدالمطلب اومد و حضانت محمد رو گرفت. و بعد عبدالمطلب که از دنیا رفت، ابو طالب یکی از عموهاش که وضع زندگی خوبی هم نداشت، یک نوخور بهش اضافه شد و از محمد پرستاری کرد تا اونجا که محمد بزرگ کرد، با خودش برد مسافرت و این برون بر، که توی مسافرت ها محمد خیلی چیزها یاد گرفت. ابو جهل یه روزی از محمد پرسید آیا ابو طالب به بهشت میره یا به عبدالمطلب به بهشت میره یا به جهنم؟ گفت به جهنم. و ابو جهل محمد رو نفرین کرد، گفت کسی که این همه به تو محبت کرده تو میگی به جهنم میره؟ من این کار دیدم خمینی با برادر بزرگش پسندیده کرد. قدرت وقتی میخواد بیاد، دیکتاتور وقتی میخواد بیاد، همه چیز رو زیر پا میذاره، همه چیز رو زیر پا میذاره، میگه من باید برم بالا. شاید من اشتباه میکنم، شاید من نمیفهمم. دوستانی که معتقدند چه به مذهبشون چه به خدا، خدایی که باور میکنن، چون میدونید ما یه خدا رو نمیپرستیم، یه کسی میگه خدا، یه کسی میگه الله، یه کسی میگه یهوه، اون تو باید بری گردن اونو بزنی، چون اون مطابق گفته های اسلام دست بردن توی تورات. البته دست اسلام برده که کپی کرده، ولی کاری نداریم. یک کسی اون بالاست، هر چند وقت یه دفعه یه نفر انتخاب میکنه میفرسه تو صحرای عربستان. از بعد از محمد آخر زمانم خیلی آمدن و گفتن همون که یه اسم دیگه واسش گذاشتن ما رو فرستاده. اینها رو وقتی همه‌شو میخونی، اون وقتا یه اصطلاحات عجیب و غریب داشتیم، گفتیم کله سر آدم اسفناد سبز میشه. ولی خب بعضیا میخوان توی اون زمانها زندگی کنند. من شما رو برمیگردونم، جوونا کمتر یادشون میاد، آدمایی که تا 50-55 سال 60 سالشونه بیشتر یادشون میاد. وسایل پخت پز ما در ایران اجاق بود.
وسائل پخت و پز حتی نونپزی در دهات ما تاپاله گاو بود. با خاک قطی میکردن، میذاشتن خوش میشد و خوب میسوخت. نون رو با تاپاله گاو درست میکردن و وقتی میرفتیم گفتیم به به نون دهات چه بویی میده، به به چقدر خوشمزه است، گندم خالصه. اجاق تبدیل شد به سفیتیلهی. یک کار دیگه هم بود که چراغای گردسوز اومده بود، بعد از اینکه شمع رفت، لامپا اومد، لامپای 3 اومد، بعد لامپای 5 اومد، بعد لامپای 7 اومد، بعد گردسوز اومد. این چراغو میذاشتن، یه سپایه بلند هم میذاشتن بالای این، غذا رو میذاشتن بپزه. اونا که وضعشون خوب بود یه سفیتیلهی یا دوفیتیلهی میخریدن. اون وقت آشپزخونه سبا این حرف هم نبود، یه صندوقخونه بود، تو همون صندوقخونه پخت و پزشون میکردن، سر حوزم ظرفاشون رو میشستن. توی هیچ خونه ای هم حموم نبود، خیلی اعیان و اشراف باید بودی تا حموم سرخونه داشتی. اسمش بود حموم سرخونه. فقط شاه داشت و اون گروهی که ما امروز بهش میگیم آریستوکرات، اقمار دور شاه یا والی ها. بقیه میرفتن توی یه حمومی که یه خزینه‌ای بود، بچه ها توش میشاشیدن، آب سرد بود آب گرم، اونم میکردن تو دهنشون، دهنشون هم میشستن همون تو خالی میکردن. کچلام تو همون میرفتن، اونام که تنشون کهیر بود تو همون میرفتن. دوش که اومده بود، این آخوندهای بیناموس میگفتن که کور نیست. میگفتن باید بری تو همون خزینه کثافت. برق بد بود، رادیو بد بود، تلویزیون بد بود، همین آخوندهای بیناموس میگفتن. خب تو از چراغ، از شمع اومدی به پیسوز، از پیسوز اومدی به چراغ، نمیدونم اینا همش مال غرب کافر بود. ما ارزه هیچ کاری تو ایران نداشتیم. این فانوسایی که دست میگرفتیم تو باد حرکت کنیم، اینا وارد کشور میشد. ما فقط بلد بودیم سرمونو بذاریم زمین، تعمونو هوا کنیم. دین ما با علم، با دانش میونه نداشت. علم و دانش رو منکرش میشد، ماشین رو منکرش بود، قطار رو منکرش بود. این دین ما بود. حالا هم هستا، همون دین رو داریم. حالا اون دینت انرژی حسه‌ای میخواد. میدونی برای چی؟ برای اینکه شمشیر دیگه کار نمیکنه. کفار رو باید با بمب اتم کشت. تو روزی که برق اومد، سفیتیلهی و لامپا و گردسوز و همه رو انداختی دور. روزی که خونتون گاز اومد، دیگه کاری با اجاق و سفیتیلهی اینا نداشتی. خیلی از شماها بخاری آلادین دیدین. الانم ممکنه خیلی جاها باشه. بخاری های نفتی می آوردن دور تا دور کشور، از غرب کافر می آوردن. ما ارزه ساختشون نداشتیم. ما فقط و فقط صنعتمون آفتابه بود و سوزن چراغ، آفتابه حلبی. اونایی که خیلی وضعشون خوب بود آفتابه مسی داشتن. سوزن چراغ هم داشتیم. سوزن چراغ رو که به پیرموس سوزن میزدی یا به زنبوری سوزن میزدی، از بیرون وارد نمی کردی، همون جا توی کشور درست میکردن. اما زنبوریش از بیرون میمد، توریش از بیرون میمد. ما هیچی نداشتیم.
مثل امروزی که الان همه چیز رو داری وارد میکنی. این حکومت دینی اومد تمام دستاوردها، تمام کارخونه ها، تمام زحماتی که مردم کشیده بودند از بین برد. برای اینکه مأموریت داشت این کار رو بکنه. آیا تو فردا برمیگردی به سفیدی؟ برمیگردی به چراغ لامپا؟ اگه جوابت آره است، پس دینت هم همون دین 1400 سال پیش رو انتخاب کن. همون چیزهایی که این تو نوشته که با عقل من، با عقل تو درست در میاد، با عقل من درست در نمیاد، همین رو انتخاب کن. من میگم برو اینو بخون ببین با عقل امروز تو درست در میاد. اگر با عقل امروز درست در میاد، اصلا گرفتاری با تو ندارم. اگر حرفایی که این تو زده، من چند تا ایمیل آورده بودم در تایید این حرفایی که دارم میزنم. ببینید، من یک کلاس درس اینجا درست کردم. تو امریکا وقتی دانشگاه میری، تو دانشگاه حتی توی دبیرستان ها استاد سعی میکنه بچه ها رو به هم بندازه که با همدیگه بحث کنن، بیشتر بفهمن. علت این ایمیل ها که من میارم میخونم فقط همینه. نظر افراد مختلف رو، بچه هایی که به من میگن پدر، من اسم اینا رو گذاشتم فرزندان فاضلی. این حتی مخالفین میگم، اینا رو با همدیگه آشنا میکنم. سعی نمیکنم همه چیزها رو من متکلم وحده باشم و هی من بگم و من بگم اینا درسته. من حرف اون رو میخونم، حرف این رو میخونم. خودشون اونجا با همدیگه چون تماس ندارن، این کانتاکت برقرار میشه. تنها کاری که دارم میکنم حرفای اینا رو با هم مقایسه میکنم. چیزهای مختلف برای من میاد. الان مثلا یه چیزی اومده، یا آقایی میگه که از لطف شما به هم میهنان تشکر میکنم، منتظر اعلام اولین اخطار به علی روزخان و محمود افغان باشید. یا آقای اسم میخواد انقلاب کنه، میخواد کودتا کنه، نمیدونم میخواد چی کار کنه، از من میخواد که حرفاشو بخونم. یا آقای جواب اون بابایی رو داده که به من گفته که تو از کجا میدونی؟ یکی دیگه سه تا سوال نوشته. اینها همه حرفای شماست از اطراف مملکت که اینجا من میریزمش رو هم دیگه. قاضیم خود شما هستید. اما ایمیل های رو انتخاب میکنم که شما رو وادار به فکر کردن میکنه. چون تا فکر نکنی به دنبال کتاب نمیری، تا به دنبال کتاب نری که جواب فکرتو بگیری، خردت زیاد نمیشه. این برنامه برنامه خرد برزیه. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم.